در جمهوری اسلامی دلار آرام آرام به مرز 4000 تومان نزدیک می شود. آن سوتر مسئولان جمهوری اسلامی می گویند در چند سال آینده روزانه بیش از 50,000 نفر داوطلب جدید کار به بازار می آیند و در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر در ایران برای گذران زندگی عادی خود دست کم 2 کار روزانه انجام میدن و در لاله‌زار به دلایل اقتصادی مغازه‌های این خیابان معروف و قدیمی تهران تعطیل شده است و در پیامدهای ضرب و شتم زندانیان سیاسی در بند 350 اوین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی ولی فقیه زندانیان را متهم کرد که در جریان تولید مشروبات الکلی بودند در زندان اوین بند 350. سلام به شما از واشنگتن. جمشید چالنگی هستم، با من و شما هستند در آلمان هامبورگ آقای مهندس حسن شریعت مداری، فعال سیاسی، و در انگلستان آقای دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل، همراه با 2 میهمان گرامی برنامه امشب تفسیر خبر، مهمترین خبرهای روز در ارتباط با ایران و مردم ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. تا لحظات دیگر. آقای شریعت مداری عزیز سلام به شما. من هم سلام دارم خدمت شما و به همه شنوندگان و بینندگان شما. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای دکتر تقی‌زاده عزیز در انگلستان. سلام به شما چالنگی، سلام به بینندگان شما و خوشحال از حضوری دوباره. آقای شریعت مداری، ببینید وضعیت اقتصادی به شکل در اومده، به خصوص در مورد یارانه ها برخی به 2 دسته تقسیم شدن، راجب گرفتن یارانه، سوددهی یارانه برای دولت، زیان اون هرچه که هست، و باز هدف بیشتر انتقادها متوجه دولت پیشین جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد هست. تفسیر شما را در این زمینه میشنویم. چرا در کشوری مثل ایران مسئله یارانه هایی به وجود میاد و بعد به این شکل در میاد که حالت ناخوشایندی برای مردم ایران داره در یک کشور ثروتمند؟ بله، بارها در مصاحبه با شما این رو عنوان کردم و تکرار اون همیشه ملال‌آور نیست چون موضوع روز به هر صورت. خب در یک اقتصاد سالم و بهنجار ممکن است که اگر یارانه‌های نقدی هدفمند بشن و درست اجرا بشن و به همراه اون سرمایه گذاری برای شغل آفرینی همزمان با اون و اصلاحات اساسی لازم انجام بگیره، این کار هم کار ضروری و لازمی باشه. اما در متن یک اقتصاد بسیار آشفته‌ای مانند جمهوری اسلامی که به مرز سقوط و فروپاشی رسیده و در حقیقت از یک بیماری مزمن رکود تورمی رنج میبره، در چنین زمینه ای و به خصوص پس از اینکه در حدود 6 سال یارانه ها برای همه پخش شده و در حقیقت اونچرا که رانت اقتصادی کالایی به مردم پرداخت میشد تبدیل به پول نقد کردن، در مملکتی که هنوز 7 میلیون شناسنامه مرده هم رأی میدن
و هم یارانه میگیرن، معلوم نیست که اصولا چگونه ممکنه که کسانی را که مستحق گرفتن یارانه هستند از کسانی تفکیک کرد که مستحق گرفتن یارانه نیستن، و به فرض که چنین چیزی پیش آمد آیا این دولت اراده اون رو خواهد داشت که مستمرن تا آستانه انتخابات بعدی این برنامه رو انجام بده و ناراضی بتراشد و ناراضی ها رو تحویل گروه رقیب بده؟ برای اینکه خب آقای روحانی از یک سو ضرورت اصلاحات عمیق اقتصادی رو میدونه و میدونه که این اقتصاد بدون اون دوام نخواهد آورد، و از سوی دیگر میداند که اگر اراده‌ای در حاکمیت نباشه که این ناراضی ها را نگذارد رقیب برو باید و دنیا به کام رقیب بشه، سیاست های اصلاحات اقتصادی اغلب بسیار ناراضی تراش هستند و رقیب مترصد است که با شعارهای عوام فریبانه اینها جمعیت انبوهی را به سمت خودش جلب کنه. بنابراین آقای روحانی به نظر من در وضع فعلی موفق و انجام این مقدار از اصلاحاتی رو که خودش ناقصه و در متن اقتصاد بیمار کنونی ره به جایی نمیبره، حتی این مقدار رو هم مستمرن موفق نخواهد شد، نه به دلیل اینکه تیم اقتصادی نداره، نه به دلیل اینکه ضرورت و اولویت ها رو نمیشناسه، بلکه به دلایل سیاسی که ما باز گفتیم این کار پیش نخواهد. آقای شریف نظری اشاره کردیم به 7 میلیون شناسنامه مردگان که در انتخابات همچنان حضور دارن، بو این که در جمهوری اسلامی حضور اموات در عرصه‌های سیاسی هست، وجود داره و یکی از نکات هست، اما این خبر مستندی هست قطعا بدون تردید نیست؟ بله، اعلامی است که بارها مقامات جمهوری اسلامی اینجا اونجا خودشون کردن، چیزی نیست که ما بگیم، و این 7 میلیون اکنون یارانه هم میگیرن، این رو هم خودشون بارها اینجا و اونجا بزن. بله، در همین زمینه کتاب معروف گوگل هست، نویسنده روس، اوکراینی روس، نفوس مرده، دقیقا موضوع این رمان که متاسفانه جلد دومش نابود شد در زمان خود گوگل یا گوگل نویسنده روس خوندنی هست، دقیقا در مورد همین حضور اموات در عرصه‌های انتخاباتی و چطور رأی گرفته میشه. ترجمه بسیار خوبی هم به فارسی شده این کتاب. آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، این ریشه این مشکلات جمهوری اسلامی چی هست، کجا هست که اشاره کردن آقای شریعت مداری؟ میبینیم باز دلار شروع کرده آرام آرام به مرز 3400 تومان و به طرف 4000 تومان هدف گرفته، موج بیکاری همچنان رو به بالا گرفتن هست و مسائل دیگه ای که بینندگان ما به مراتب بهتر میدونن. ریشش کجا هست؟ فساد، عدم مدیریت، چی هست؟ این پرسش شما یک پاسخ کوتاه داره. آقای چارلنگی پرسیدید که مشکل جمهوری اسلامی چیه؟ تو خود حجاب خودی از میان برخیز. واقعا مشکل جمهوری اسلامی همین جمهوری اسلامی است، ماهیت اونه، هویت اونه، اعمالی است که در مجموع به اون مربوط میشه و تاریخچه‌ای است که 34 سال برای ملت ایران باقی گذاشته. ولی بحث امروزی که ما در مورد اقتصاد و به خصوص با تمرکز بر روی اون چیزی که به عنوان هدفمند کردن یاران‌ها ازش یاد می‌کنیم، نشون میده که دولت روحانی، من نمیدونم اینجا رو بایستی با آقای شریعت مداری همسو باشم یا خیر، ولی این تفاوت رو میبینم که دولت روحانی واقعا حتی اگر از مسائل موجود شناخت کافی داشته باشه در داخل کشور، برنامه روشنی برای عبور از این بحران در اختیار نداره. یعنی نقشه راهی که کشیده نقشه راهی نیست که برای کسانی که خارج از دولت هستند قابل درک باشه، و این نشون میده برخلاف نظر و تمایل دولت روند اقتصادی کنونی داره رقم میخوره. این وضعیتی است که در ماهای پایانی دولت احمدی نژاد هم شاهد بودیم. من تصور نمیکنم دولت روحانی، اگرچه افزایش قیمت ارزهای خارجی و سقوط ریال معالن به کمک تامین کمبود بودجش خواهد آمد،
خیلی از این قضیه خوشحال و راضی باشه، ولی علارغم این نارضایتی در طول 18 روز گذشته ما شاهد کاهش بیش از 12% از ارزش برابری پول ملی بودیم. آقای روحانی اگر پاسخ به این پرسش داشته باشه، لااقل کسانی که خارج از دولت هستن از این پاسخ بی اطلاعن که وقتی اعلام میکنه ایشون 42 هزار میلیارد دلار بایستی برای کمک به مردم، یعنی همین نقدینگی هایی که به عنوان یارانه پرداخت میکنه، پول کنار گذاشته باشه، در حالی که درآمدی که از نظر افزایش قیمت حامل های انرژی میگیره، همین نفت و سوختی که در طول دو سه روز گذشته بهای تازه اون رو اعلام کردن، چیزی در حدود 28 هزار میلیارد تومانه. خب این تفاوت نزدیک به 16-17 میلیارد رو، هزار میلیارد رو از کجا میخواد تامین بکنه؟ ایشون وقتی دولت رو تحویل گرفت با صراحت آمد در تلویزیون و اعلام کرد که صندوق دولت خالی است و دولت ورشکسته است، و بلافاصله بعد از این حرفا یک دو شرکت بزرگ دولتی به خصوص شرکت گاز هم اعلام ورشکستگی کردن. حالا یک دولت ورشکسته که ایشون تحویل گرفته در طول ماهای گذشته منابع درآمدش کجا بوده که میخواد از راه استفاده از این منابع اون تعهداتی رو که قبول کرده، یعنی پرداخت 42 هزار میلیارد تومان رو بهش وفادار بمونه؟ خب اینا نشون میده که یا بایستی دولت به نشر اسکناس بیشتر و سرعت دادن به گردش پول در داخل و افزایش تورم کمک بکنه، و یا اینکه به مردم دروغ بگه. خب راه سومی که اخص مالیات هست، بایستی تولیدی هم وجود داشته باشه که اگر به عنوان هدف قرار میگیره تامین بشه محلش، و این مورد هم برای دولت به نظر من شاهراه بازی نیست. دولت اعلام میکنه که تورم رو کاهش داده، در حالی که همه قیمت هایی که مقایسه میکنیم حتی نقطه به نقطه در طول یک ماه گذشته افزایش نشون میده، در حالی که آقای روحانی مثل دولت آقای احمدی نژاد متوسل به ارائه آمار دروغین میشه و مدعی کاهش تورم. بنابراین من اعتقاد ندارم که آقای روحانی واقعا نقشه راهی برای گذر از این بحران داره. فقط در این مورد با آقای شریعت مداری من هم نظرم که وضعیت موجود وضعیتی نیست که قابل کنترل باشه و بحرانی نیست که اداره اون از عهده دولت آقای روحانی بر بیاد. فقط در یک مورد با شما موافق بودن آقای تقی‌زاده، آقای شریعت مداری، در بقیه موارد ظاهرا هم نظر نبودن با شما. تفسیر شما رو میشه. بله خب مهم نیست، ما اینجا آمدیم که نیومدیم که گفتهای هم دیگر رو تایید کنیم، ایشون میتوانند اختلاف نظرها رو بگن. اما مسئله اساسی در این هستش که دولت آقای روحانی باید در وضع موجود ناچار است اصلاحات عمیق اقتصادی بکنه، ولی همونطور که گفتم اراده سیاسی برای انجام این اصلاحات نیست، برای اینکه بیش از 80% این اقتصاد به وسیله عواملی در حقیقت پیش میره که کنترل اون در دست دولت نیست. حدود 45% این اقتصاد دست نهاد رهبری است، حدود 15-20% این اقتصاد در دست سپاه است، و بین 10-15% این اقتصاد رو راندخاران بزرگ کنترل میکنن. دولت آقای روحانی نه اراده‌ای برای به سامان رساندن این قسمت از اقتصاد به خرج داده و نه قدرت اون رو داره. مقداری که با سپاه در این مورد درگیر شد بلافاصله جنگ علنی تر شد، و امروز شما میبینید که از مراسم جشن خانومش فیلم میدن و فیلمی نسبت به زندگی خودش میسازن و نشان میدهد که مبارزه در این زمینه اگر شروع بشه بسیار جدیتر از اون است که فکر میکنه. بنابراین اقتصادی که 80% در دست نهادهایی است که حداقل خروج این اقتصاد از دست اونها آسان نیست و کار یک روز و دو روز نیست، باقی مانده اقتصاد دور بزرگی به طور کلی انجام نمیده. سیستم بانکی ما به خصوص ورشکسته است. این سیستم بانکی احتیاج به اصلاحات بنیادین دارد. بدون اصلاحات بنیادین سیستم مالی و سیستم بانکی اصلاحات اساسی دیگر بی اثره. شما میبینید که
ما تنها چیزی که به عنوان اصلاحات بانکی نوشتاش به دستمون میاد این است که چند تن از مسئولین و مشاوران میگویند که ما میخواییم وسایل الکترونیک پیشرفته ای رو در بانک ها بگذاریم تا شفافیت بیشتری حاکم بر این بانک ها بشه. دستات که این بانک ها برشکستن اینها باید بیلانشون صفر بشه، مطالبات غیر قابل وصول از حسابشون حذف بشه، مطالباتی که میتوان وصول کرد به یک سیستم بد بانکینگ باید منتقل بشه و بانک ها در وقت خودشون رو صرف در حقیقت وصول این مطالبات نکنن، سرمایه بهشون داده بشه تا از نو شروع کنن. در اصل این بانک ها همه در گیر اراده های سیاسی هم با این وضع ورشکسته هنوز به راندخاران بزرگ مجبور بدون داشتن وثیقه لازم اعتبار بدن و مطالبات قبلی خودشون رو هم وصول نکنن و همچنان میتوانن وقتی پول ندارن چک بانک چاپ بکنن. چک بانک همان اسکناس به صورت دیگر است و نقدینگی که امروز خود دولت میگوید که 7 برابر میزان مجاز است با ادامه سیاست در حقیقت تولید اسکناس به وسیله بانک های غیر از بانک مرکزی حجم این نقدینگی رو به مراتب بالاتر خواهد بود و بنابراین در چنین زمینه ای صحبت از اصلاحاتی که در حقیقت قیمت ارز رو طبیعی تر بکنه یا فرض بفرمایید که نقدینگی رو پایین بیاره، اشتغال ایجاد کنه، تورم رو کم کنه، صحبتی در حقیقت یک صحبت شوخی است و نباید زیاد به اون بها داد. در ایران، در تهران، خیابان لاله‌زار دارای تاریخی بسیار قابل توجه است. در عرصه فرهنگ و هنر ایران نقشی بسیار مهم داشته، حتی در عرصه سیاسی ایران در دهه 20 در پی اشغال ایران و بعد در دهه پرآشوب سیاسی ایران در دهه 20 و حتی پیش از اون. تئاترهای خیابان لاله‌زار مشهور هستن، بسیاری از بزرگان تئاتر و سینمای امروز ما یا روزهای گذشته و اکنون ما از لاله‌زار میان، امثال آقای عزت‌الله انتظامی، امثال آقای نصیریان، هنرمندان تئاتر و سینمای ما و بسیاری دیگه ای که رفتن و روی در نقاب خاک کشیدن. تاریخ خیابان لاله‌زار بسیار وسیع‌تر از اون هست که در این فرصت کوتاه ما بشه اشاره کنیم و این خیابان امروز مرکز توجه بسیاری از کارشناسان مسائل ایران قرار گرفته، چرا که مسائل اقتصادی زمین ساز تعطیلی مغازه های این خیابان شده که روزی روزگاری پیش از انقلاب مدرنترین خیابان ایران بود در آغاز خودش و بعدها مرکز تئاتر، سینما و کاباره‌های بسیار. علت چی هست آقای تغیزاده؟ بازار ساکت، معمولا در چنین مواردی بازار ایران بی سر و صدا نمی بود، اما در جمهوری اسلامی ما میبینیم بازار رفته رفته نقش سیاسی خودشو از دست داده، ولی امروز میبینیم در گوشه ای از تهران خیابان لاله‌زار مغازه ها کرکره ها را پایین کشیدن. این به هر حال شاید یک عارضه اجتماعی است، یعنی به دور از وضعیت اقتصادی کنونی که بحران زده است در داخل ایران، طبیعتاً عوارض دیگری هم بر این موضوع وارده. من نمیدونم واقعا خیابان لاله‌زار آیا با تحولات روز جامعه خودش رو وفق داده یا نه. من چند سالی است که در ایران نبودم و از طبیعت لاله‌زار یا پیوند زدن اون با اقتصاد بازار نمیدونم، خیلی با این موضوع آشنا نیستم. ولی واقعیتی که هست این است که اقتصاد امروز ما آقای چارلنگی اقتصاد دلالی است، اقتصاد متکی به تولید نیست و تا زمانی که طبیعت این اقتصاد تغییر نکنه بدون تردید وسیله های اقتصاد خرد همیشه در مظان خطر خواهند بود. اگر که اقتصاد مولد نیست و اقتصاد دلالی است، تنها کسانی از این وضعیت سود میبرند که بدون عرضه کالای خاص و یا بدون عرضه کالای مورد مصرف طبیعتاً به واگون افزایش قیمت‌ها در یک رشته خاص سوار میشن و در مقصدی که اولین هست با اندکی سود پیاده و دوباره این سوار و پیاده شدن رو ادامه میدن، در حالی که دکانداری، مغازه‌داری شاید
یک طبیعت متداوم رو بیشتر میطلبه تا تداوم تا گذرا بودن اون. شاید اقتصاد خیابان لاله‌زار هم نتیجه این وضعه. ولی در ادامه صحبتی که آقای شریعت‌مداری کردن، من اگر اجازه بدید تاکید بکنم، به غیر از نیاز جامعه امروز ایران برای متحول کردن وضعیت اقتصادی که اشاره شد اصلاح نظام بانکی هست، نظام پولی ایران هم بایستی تغییر بکنه. پول ملی نماد اقتصادی کشوره که اگر تقویت شد و اگر استحکام داشت و اگر دچار تزلزل و تغییرات شدید نبود، نشانه استحکام اقتصادی است و پول ایران نشون داده در طول 34 سال گذشته به علت اعمال نفوذهای دولتی و به علت نبودن ارتباط کافی بین ارزش اون و رشد اقتصاد ملی، همیشه یک وضعیت ثابت و در جهت نزولی داشته، در نتیجه عملا تضعیف شده. و این تضعیف رو همه ما یا در طول سالهایی که در ایران بودیم یا بعد از اون شاهد بودیم، و مردمی که در ایران زندگی میکنن به هر حال زیر گوشت و پوست و استخون خودشون عوارض این رو تجربه کردن. ما بایستی یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم از دولت که تصمیم‌های پولی رو در کنار ایجاد یک نظام بانکی استوار مستقل از نیازهای روز سیاسی ببینه، متکی به نیازهای اقتصادی ایران بکنه تصمیمات پولی رو. چقدر بایستی اسکناس در گردش حجم داشته باشه، این سرعت رو چه زمانی بایستی و با چه ابزارهایی کاهش بدن یا سرعت بدن، تورم رو چطور بتونن نرخش رو کنترل بکنن. اینهایی است که عواملی است که به نظام پولی ما مرتبطه، و البته در کنار نظام پولی مستقل و قابل اتکا نیازمند داشتن یک نظام بانکی سالم هم هستیم. و این حرف درستی است که بانک های ایران بانک های ورشکسته ای هستند، چنان که دولت ورشکسته است، و همچنان با قرض گرفتن از طبقه متوسط و دارایی روزانه اونها، چاپ و نشر اسکناس بیشتر نیازهای روزش رو تامین میکنه بدون اینکه کمک بکنه به شکل گرفتن یک اقتصاد مولد. در مورد علت پایین کشیدن کرکرهای مغازه‌های لاله‌زار توضیح خواهم داد، اما پیش از اون آقای شریعت مداری عزیز، ببینید بازار در تا پیش از انقلاب در عرصه سیاسی ایران نقشی اساسی داشت. تردیدی نیست که بازار بازوی اقتصادی روحانیت بود، روحانیت مخالف دولت‌ها یا حکومت تا پیش از انقلاب. اما به مرور ما میبینیم پس از انقلاب بازار از عرصه سیاسی ایران مهاجرت میکنه، سر از جاهای دیگه در میاد. حالا از کجاها توضیحش بسیار مفصل هست. واقعا در شرایط کنونی بازار ایران زینفعه از نظر سیاسی و اقتصادی. عبارت خیلی ساده تر، دستش تو دست حاکمیت هست یا خیر در مجموع؟ ببینید بخشی از بازار از ابتدای انقلاب در این انقلاب رول درجه یکی داشت و وارد حاکمیت شد، و الان از راندخاران بزرگ بعضی از سران سابق بازاری هستند، و بنابراین بخشی از بازار ملموس و غیر ملموس وابسته به اون است. بخش دیگر رو هیئت مؤتلفه و حزب مؤتلفه اسلامی در اصناف سازمان داده، به این معنی که انتخابات اصناف تقلبی است، همه رو هیئت مؤتلفه کنترل میکنه و سران اصناف از برگزیدگان هیئت مؤتلفن، و بنابراین موقعی بازار سیاسی میشه که حزب مؤتلفه اراده داشته باشه که در حقیقت یک خودی نشون بده. آقای احمدی نژاد تلاش کرد دوبار این اصناف رو از دست حزب مؤتلفه اسلامی بگیره و موفق نشد، ولی به هر صورت امروز ترکیب بازار اینه. اون چی راجع به لاله‌زار گفتی در بازار هم همینطوره. ببینید این حکومت به بلوک‌های قدرت تقسیم شده، اصناف و بازاریان همه ناراضی هستند، منتها احتیاج به یک پشتیبان دارند و ممکن است در مقطعی یکی از این بلوک‌های قدرت پشتیبان بشه، بخواد مانوری بده با اونها وارد مذاکره بشه و اونها پشتیبانی حس کنن، کرکره ها رو پایین بکشن و مقاومت کنن.
بدون این پشتیبانی بسیار سخت این کار. و بنابراین در لاله‌زار هم باید دید که آیا این مانوری و امتحانی برای اعتصاب عمومی بر علیه آقای روحانی نیست، برای اینکه این رودررویی سپاه و نیروهای اصولگرای مخالف روحانی و روحانی این روزها به یک مرحله علنی‌تر رسیده و بعید نیست که ما در آینده شاهد اعتصاباتی باشیم که پشتیبان از برخورداری بعضی از بلوک‌های حاکمیت باشه. باید دید که البته زمینه اصلی این اعتصاب ها نارضایی اصناف است. اصناف اغلبشون امروز با وضعیت بحرانی مالی سر و کار دارن، هرچند که در گذشته سودهای کلانی بردن، ولی به هر صورت اقتصاد چیزی است که اگر در وهله‌ای هم دچار رکود بشه صاحب یک تجارت بزرگ نمیتونه اون رو اداره بکنه. بنابراین ممکن است این همکاری بین بعضی از بلوک‌های قدرت و بعضی از اصناف در آینده در زمینه این نارضایتی عمومی شکل بگیره. شاید این یک تست کوچکی است برای اعتصاباتی که بعداً سازمان داده خواهد شد. من این توضیح رو بدم که وقتی ما صحبت بازار می‌کنیم قصدمون به هیچ وجه مغازه‌داران، بقال‌های نازنین و شریف سر چهارراه‌ها نیستند که خودشون هم لطمه میبینن از این وضعیت اقتصادی. این توضیح رو دادم برای کسانی که احتمالا دوچار چنین سوء تفاهمی نشد. چالنگی عزیز که بخش بزرگی از بازاریان از این نظام ناراضی هم به اینا وابسته نیستن، منتها در چنگال رؤسای اصناف گرفتار. اینا انسان هایی هستن که دلشون به حال این ملت میسوزه، ولی در بین دو سنگ آسیاب چاره ای جز حفظ تعادل خودشون ندارن. آقای تقی‌زاده عزیز، علت اعتراض خیابون لاله‌زار این هستش که مالیات بر ارزش افزوده، گفتن این زیادتر از اون چیزی که پیش بینی میکردن، این بند یا این قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که مالیات های بیشتری رو به ناحق به گفته اونها ازشون گرفته بشه. این توضیح هم بدم، یک خبر در رسانه دولتی من دیدم این عنوانش هم همین بود که یک خبر خوش برای صاحبان اعضا. بگذاریم از اینکه در جمهوری اسلامی وقتی هم خبر خوش هست برای صاحبان اعضا هست باز. امیدوارم هیچ کس صاحب اعضا نباشه، اما توضیح این بود که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده از این به بعد هزینه کفن و دفن کم میشه. بنده خب چند سالی اقتصاد خوندم، آقای تقی‌زاده در چقدر تلاش کردیم سر در بیاریم قانون ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده چه ربطی به هزینه کفن و دفع داره، متوجه نشدیم. شاید به همون 7 میلیونی که آقای شریعت مداری اشاره کردن که در انتخابات حضور دارن اموات مربوط میشه. توضیحش رو از شما میشنم. ببینید، پرداختن و دریافت کردن مالیات در هر جامعه‌ای نشانه رشد اون جامعه است. اگر سیستم مالیاتی خوب کار میکنه، مردم داوطلبانه یا با یک نظمی وظیفه خودشون رو به عنوان پرداخت کننده مالیات بهش عمل میکنن و دولت با نظم این مالیات رو دریافت میکنه، نشون میده که اون جامعه جامعه پیشرفته است، اقتصاد اون کشور قابل تکیه است. ولی جایی که سیستم مالیاتی درست کار نمیکنه، یکی از نمادهای عقب موندگی جامعه است. البته ما توی اروپا هم این وضعیت رو بیش و کم داریم. یونانی ها سمبل نپرداختن مالیات و در خط دوم بعد از اونها ایتالیا یا هستن که هر دو از یک اقتصاد ورشکسته رنج میبرن. در ایران هیچ وقت مالیات به عنوان یک ضابطه پذیرفته شده در جامعه ما هضم نشده. این وضعیت بعد از انقلاب وضعیت بحرانی تری پیدا کرده، ولی دولت همیشه به این فکر بوده که به نوعی محل درآمد خودش رو از نفت منتقل بکنه به گرفتن مالیات از درآمدها. خب گریبان کارمندها و حقوق بگیرهای ثابت رو راحت میشه چسبید و از اونها مالیات گرفت، ولی دشواری سر این است که مالیات بر مصرف رو یا مالیات بر درآمد رو از اهل کسب و کار بگیرن، که این برای اونها یک جوری زدن از خرجی روزانه اونها و خرج زندگی اونهاست. همیشه در مقابل این مقاومت نشون میدادن، به خصوص وقتی که میدیدن فاصله بین
فقر و ثروت در جامعه رو به افزایش. عده‌ای هستند که ماشین‌های چند میلیاردی توی شهر می‌گردونن و خودشون رو منسوب به دولت و بازار می‌کنن و یه عده‌ای هستند که برای تأمین خرج روزانه‌شون اشکال دارن و کسبه به خصوص در طول دو سه دهه گذشته در ایران، وقتی میگم کسبه منظورم بازاری ها هم هست که واقعا بازار طبیعتش آقای چالنگی در ایران عوض شده، شکل سابق رو نداره. درسته که حجره ها و دکه ها یه مقدار ارزش اسمی دارن، ولی کسانی که پشت این دکه ها هستن زندگی روزمره شون شبیه بازاری های سابق نیست. کسانی هستن که فقط ارتزاق میکنن، نه پس انداز و داشتن ذخیره شبیه اون چیزی که پیش از انقلاب از بازاری ها در ذهن داشتیم. بنابراین نسبت به پرداخت مالیات احساس مقاومت دارن. من یادم هست در سال ما قبل دولت دوم آقای احمدی نژاد همین قضیه بستن مالیات به درآمد بازاری ها رو ایشون مطرح کرد و این کار از طلافروش ها شروع شد و چند روز بعد بازار طلافروش ها اعتصاب کردن. من روز اعتصاب در بازار تهران بودم که بعد از این اعتصاب به شهرهای دیگر ایران، تبریز و اصفهان هم کشیده شد و بعد رنگ سیاسی فوری پیدا کرد و سپاه و بقیه به بازار ریختن و این اعتصاب رو تعطیلش کردن. بازاری اگر واقعا درآمد درستی داشته باشه، ذخیره‌ای داشته باشه، ببینه همه مالیات رو درست می‌پردازن و دولت دولتی است که خادم مردم هست، طبیعتاً بایست این ارزش افزوده رو به عنوان یک واحد که محاسبش هم باز جای اما اگر داره بپذیره و اون رو بهش عمل بکنه. ولی در جامعه امروز ایران نه تولیدی هست، نه درآمد واقعی هست، نه دولت دولتی هست که درآمدهاشو در مسیر درستی هزینه بکنه. بین الملل اون چیزی که مردم اصلا اعتنایی بهش ندارن و نسبت به اون احساس منفی هم میکنن پرداخت مالیات غیر مستقیمه که بستن مالیات به درآمدها یکی از نمادهای اونه. آقای طرزاده، شرکت اون روزی که اعتصاب بود شما در بازار بودین؟ چه کدوم بود آقای چالنگی؟ آقای طرزاده، من بازار تهران بودم. من رفته بودم برای هم دیدن هم یک خرید کوچک کردن. این سال آخر دولت اول آقای احمدی نژاد بود. خاطرتون باشه در برنامه اولیه که تشریف داشتین در تفسیر خبر، وقتی که راجع به اومدن نتانیاهو به واشنگتن و به شوخی ملاقات من و ایشون اشاره کردید، همون شب و فرداش رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی خبرهای منتشر کردن که آقای طرزاده هم تایید کرد که ما با اسرائیل در ارتباط یا با آقای نتانیاهو یا هرچ. الان هم خود شما اینجا روی آنتن گفتید در بازار بودیم. دور از انتظار نیست که فردایی پس فردایی رسانه‌های دولتی بگن که این اعتصاب احتمالاً زیر سر شما بوده یا بالا رفتن نرخ طلا کار شما بوده یا پایین اومدن شه هر چیزی. برحال از این جمهوری اسلامی شما هر معجزه‌ای که از این دست انتظار داشته باشید قابل دیدنه. آقای برده، گفتم که شاید اگه مایل باشین که توضیح دادید که برای چی به بازار رفته بودین، و اما از این جمهوری اسلامی هر چیزی که بگویید قابل پیشبینی هست. اشاره آقای طرزاده بود و نکاتی که مطرح کردن در مورد زندانیانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، آقای شریعت مداری، بند 350 زندان اوین، الان کار آرام آرام داره به جایی میرسه که گویی زندانیان بودن، زندانبانا رو زدن، اسماعیلی رو زدن، مسئول زندانها رو، و ایشون شخص مظلوم بوده و بقیه شکنجه‌گرایی که اونجا بودن شکنجه نمیکنن، نوازش میکنن و بقیه چیزا. چون آقای محسنی اجایی سخنگوی دستگاه قضایی ولایت فقیه، ایشون کم کم گفته بله علاوه بر ماهواره بله مشروباتی هم داشتن تولید میکردن، و این نبود که از بیرون مشروبات تولید میکردن. این قضایی رو شما چطور ارزیابی میکنید آقای شریعت مداری؟ چون این ظلم مجسم جلو چشم میلیون ها ایرانی و غیر ایرانی در سراسر جهان اتفاق افتاد. بله، علاوه بر ظلم، این وقاحت مشمئز کننده ای که سطح استدلال را به جایی میرسونه که مورد تمسخر مردم قرار میگیره و خودشان میدانند که حتی در درون خودی ها کسی این اراجیف رو باور نخواهد کرد. ولی
متاسفانه مرا به یاد این میندازه که اغلب دستاندرکاران این نظام اون سالهایی که سفارت آمریکا رو تسخیر کردن به منزل بعضی از سیاستمداران اون دوره ریختن و انواع و اقسام وافور و منقل و مشروبات الکلی و روزنامه های مستحجن سکسی رو از منازل اونها کشف کرده بودن و میگفتن که اینها رو ما از اونجا آوردیم و اونها رو به اون جرم میخواستن محاکمه کنن. این همون نوع اتهام زنی، همون نوع استدلالات مشمئز کننده و در حقیقت غیر واقعی است که از روز اول این جمهوری اسلامی بناشو بر چنین دروغ‌هایی گذاشته و حق و ناحق براش اصلا مهم. متاسفانه وقتی که امروز گردن عزیزانی رو میگیره که شاید اون روزها بعضی هاشون مستر کارهایی هم بودن و عده زیادی هم در زندان به چوب این عدم افشاگری این روش ها میسوزن و دم بر نمیارن، راه این قضیه این است که واقعا مردم را روشن کرده جمهوری اسلامی یکی از روش هاش برای اتهام زنی و پرونده سازی همین دروغ های در حقیقت بسیار واضح است و از طریق رادیو و تلویزیون و صحنه سازی ادعی ساده‌لوح را هم فریب میده. این رو باید واقعا یک مبارزه گسترده فرهنگی باشد و نشان داد که از روز اول در به همین پاشنه میچرخه. خاطر هم نسلان من هست آقای شریعت مداری اشاره کردن، آقای تغیزاده قطعا خاطرشون هست، هم نسلان ما که پس از انقلاب چون این تهمت زنی بسیار رواج پیدا کرد، هنرمندان رو اول خواستن به دادگاه انقلاب و در احکام بسیار فراخانیشون چون این بود که همه اتهامات بود، انواع و اقسام پرونده سازی ها هر چی که بود، چندین مورد پیش اومده بود که اون زیرم نوشته بودن داشتن روابط نامشروع با احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، یکی از چهره های ارزنده تاریخ معاصر فرهنگ ایران. من این بخت رو داشتم دو بار با احمد شاملو همکار بودیم یا در خدمت ایشون بودیم، یکی در نشریه خوشه و دومی در کتاب جامعه پس از انقلاب. روزنامه در اومده بود در کتاب جامعه، من علیرضا اسپهبد نازنین روانشاد نقاش بزرگ خوندیم، خندمون گرفت دوباره به آقای شاملو، من اینو گفتم ولی باز دوباره که روابط نامشروع با یکی از مرد هنرپیشه گفته بود. آقای شاملو حرفی زد که من شاید خودشون اگر بودن روانشاد میگفتن مسئله نیست، گفت نموردیم اون فلان کسک جمهوری اسلامی هم شد. این تهمت ها این چیزها از همون زمان ها باب شده بود آقای طرزاده عزیز، اما به این شکل و به این ابعاد و سکوت تقریبی دولت های اروپایی و غربی، همین پریروز باز آدم هایی رو کسانی رو اعدام کرده مثل سمکو خورشیدی، کرد ایرانی که به دلیل محاربه با خود از 23 بهمن ما این اصطلاح اومد در عرصه فرهنگ و تمدن و تاریخ سیاسی ایران، محاربه با خدا، جوان کرد چه جنگی با خدا دارد؟ این سکوت رو شما چطور تفسیر میکنید؟ یه نکته دیگر در کنار این پرسش شما بایستی آقای چارلنگی من بهش اشاره بکنم، اینکه واقعا بدون همکاری کسانی که مجریان قانون در جمهوری اسلامی هستند آیا امکان پذیرفتن خلافهایی که جمهوری اسلامی به زندانیان خودش میزنه هست یا خیر؟ من نمیدونم شما در زندان بودید یا خیر. این بند 350 که الان موضوع گفتگوهای در داخل و خارج جامعه ما هست، انتهای بند 209 که زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داره میشه و بند سیاسی است، در حدود 200 زندانی اونجا نگهداری میشن، شاید تعداد محدودی هم بدهکار مثل آقای بابک زنجانی کنار اونها باشن، ولی عموما اینا زندانی های سیاسی همین حاکمیت هستند که از درون رژیم برخواستن علیه اون رژیم قتل کشیدن. خب اگر این زندانیان یا مخالفین سیاسی که از درون شما رشد کردن مشروب خوار هستند، شما هم از ابتدا همین بساط فتنه رو کاشتید. نکته دیگر این است که واقعا بدون کمک پاسدارهایی که زندان رو اداره میکنن
بردن و اووردن هر وسیله‌ای به داخل بندهای زندان امکان ناپذیره. بنابراین پاسدارهای شما هستند که فاسد هستند، پاسدارهای شما هستند که وسیله جرمند. و این نه تنها مشروب الکلی خوردن و ساختن که مورد اتهام جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی خودشه، که گفتن حتی سلاح سرد هم داشتن. این رو کیهان نمیشته بود که جمهوری اسلامی زندانبان ها وسایل برنده تیز از تخت های این زندانی ها کشف کردن. خب اینا اتهاماتی است که متوجه زندانی ها میکنن. نکته ای که من میخوام اینجا بهش تاکید بکنم آقای چارلنگی، که بعضی از اصلاح طلبان متوسل به اون میشن، این که نه دولت خیرخواه است، این کار کار دولت نیست، کار قوه قضاییه است، کار اطلاعاتی هاست، کار پاسدار هاست. آقا مگر دولت واقعا حساب کتابش از مجموعه حاکمیت میتونه جدا باشه؟ این دولتی است که حاکمیت به اون رأی داده، حاکمیت اون رو سر کار برده. آقای روحانی نامزد من و آقای شریعت مداری و شما نبوده، نامزدی بوده که جمهوری اسلامی از صافی خودش گذرونده، مصلحت خودش ایجاب میکرده که اون رو به ریاست دولت برسونه و مردم رو هم عده‌ای رو که رأی دادن در وضعیتی قرار داده بود که ناگزیر از انتخاب بین دو بد و بدتر بشن. اینها نمایندگان ما که نیستن، نمایندگان مردم که نیستن، نمایندگان آزاد منتخب واقعی در داخل جامعه ایران که نیستن. اینها بخشی از حاکمیتن و نمیشه حساب دولت رو به هیچ وجه از حسابی که در زندان‌ها ما شاهدش هستیم جدا نگه داشته. همین وزیر دادگستری آقای روحانی است که به هر حال اداره زندان‌ها رو به روی کاغذ منصوب به خودش می‌کنه. اوست که در دفاع از وضعیت موجود میاد بلندگوی جامعه و حاکمیت میشه و میگه در بند 350 اتفاقی نیفتاده. چطور میشه حساب وزیر کابینه آقای روحانی رو از حساب دولت جدا نگه داشت؟ و چطور میشه حرف اصلاح طلب‌ها رو پذیرفت که این دولت رو باید حمایت کرد، میشه حمایت کرد، و اگر این دولت اصلاح بشه وضعیت بهتر خواهد شد؟ البته من این توضیح رو در کنار فرمایشات آقای طهری‌زاده بدم که کسانی که کتک خوردن خیلی ها از اونها کسانی نبودند که نقش مستقیم یا از کارگزاران پیشین دولت‌های پیشین باشند. امثال اکبر امینی هست که کارش به بیمارستان کشیده شده، و امثال مسعود باستانی هست، روزنامه‌نگار جوان، و کسان دیگری هم ردیف اونها. اینا از کسانی هستن که به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتن. و ما حساب این دولت رو واقعا میشه جدا کرد؟ آقای شریعت مداری اونطور که آقای طهری‌زاده هم اشاره کردن، با کسانی مثل پور محمدی که خودش قاتل چند هزار زندانی سیاسی است، به اتفاق هم دستان دیگری که داشته در دهیش هست. خب میشه اینطوری گفت که هم مشترکات زیادی بین بخش‌های مختلف حاکمیت هست و هم تفاوت‌های بسته به منافع افرادی که صحبت میکنن گاهی تفاوت‌ها برجسته میشه و گاهی مشترکات. اما اینکه این نظام به بلوک‌های مختلفی تقسیم شده و این بلوک‌ها علاوه بر منافع مشترک اختلاف منفعت هم دارن و پاره‌ای روی آوردن تا از درون مردم یارگیری کنن تا بر علیه بقیه قوی تر بشن، شکی نیست. حالا این رو میشه به حساب این گذاشت که اینها در آینده ممکن است که یک دستگاه قدرت جدایی تشکیل بدن یا اینکه با هم خواهند ساخت، اینو آینده نشون میده. ولی به هر صورت در این که منافع اقتصادی، منافع سیاسی و منافع اجتماعی تا حدی مختلفی در بین بلوک‌های نظام هست، من شکی ندارم. این رو باید جدی گرفت. اما در این که آیا این بلوک‌های قدرت اختلافاتشون به جایی خواهد رسید که این منفعت بزرگ، یعنی برپا داشتن عمود خیمه نظام و حفظ این نظام رو ترجیح ندند و به جان هم بیفتند، این رو آینده نشان خواهد داد. در بعضی از نظام ها شده و در بعضی از نظام ها هم به وفاق رسیدن، با هم ساختن و نگذاشتن که کنترل از دستشون بیرون بره. ریشه اختلاف این بلوک ها که شما اشاره کردید آیا مسائل اقتصادی است، عقیدتی است، هر دو هست؟ چه مسائلی هست و چه منافعی؟ عمده این اختلافات در حقیقت به خاطر فشاری ایجاد شده که از دو منبع آمده. یکی اجتماعی که اینها رو محاصره کرده با خواستهای مدنی خودش و از روز فشار میاره و اینا عاجزند از اینکه به این خواستها پاسخ بدن،
هر بلوکی تحلیلی داره، یکی میگه باید سرکوب کرد، یکی میگه باید کنار آمد، یکی میگه که باید مانند امام رفتار کرد، یکی میگه که آقای خامنه ای خوب حکمرانی میکنه، یکی هم فشاری که جهان به اینها آورده و این فشار در شکل اقتصادی خودش بیشتر بروز کرده. بنابراین منافع بلوک های مختلف با هم فرق کرد. اون قسمتی که سرمایه های بزرگی داشتن با خارج در ارتباط بودن، تجارت بین المللیشون به خطر افتاده، میخوان اوضاع عادی بشه. عده ای هستن که از مرزهای سبت قاچاق می آوردن و پخش میکردن و همچنان از این راه قدرت داشتن، قدرت سیاسیشون در غیر عادی بودن وضعیت بود. اینا مخالف عادی سازی در آورده. شما صحبت از مثلا مالیات بر ارزش افزوده کرد. ببینید چقدر این چیزا به هم مربوطه. در حقیقت لاله‌زار و بازار جواهر فروش ها بخش بزرگیش از کالاهای قاچاق تجارت. مالیات بر ارزش افزوده معنیش اینه که باید فاکتور صادر کنن و ته فاکتور مالیات رو بنویسن و این شفافیت میاره، جلوی قاچاق رو میگیره. بنابراین عده ای از این اصناف به این دلیل مخالفت. از یک طرف دیگه تو همه دنیا مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده نهایی اونو میپردازه، یعنی معاملات که در وسط میشه مالیات بر ارزش افزودهش رو پس میدن به طرف وقتی دوباره جنس فروخت. تو ایران دولت اینا رو صاحب میشه و پس نمیده، چندین بار این مالیات رو میگیره. بنابراین همه کسانی که مالیات بر ارزش افزوده رو میدن چون این تکنیک درست عمل نمیشه ناراضی. این ناراضی هایی که حق ناراضی هست به همراه اونهایی که جنس قاچاق رو میفروشن دست به دست هم میدن. یکی از این بلوک های قدرت هم پشتیبانی ضمنی میکنه، میگه شما ببندید ما پشتیبانی خواهم کرد، اینا جرأت پیدا میکنن میبندن. میبینید اقتصاد رانتی همه جاش یعنی معیوب میکنه مملکت رو، هم حاکمیت رو به بلوک ها تقسیم میکنه، هم کاسب ها رو وابسته به اونها میکنه و هم اقتصاد رو طوری معیوب میکنه که در حقیقت اقتصاد قاچاق تعیین کننده تر از اقتصاد سالم است. بنابراین چنین نظامی در حقیقت همه چیزش خرابه. من نمیدونم از کجا برد شد. آقای اعتزاده، تفسیر شما رو در مورد اون چی که آقای شریعت مداری در مورد ریشه های اختلاف جناهای تشکیل دهنده حکومت فقیه ولایت فقیه گفتن میشنویم. من دیدگاهم کمی متفاوته، کمی هم خلاصه تر. من باور ندارم در هیچ کدوم از رژیم هایی که بر اساس عقیده شکل گرفته نظریه به هر حال طرز حرکت حکومت رو رسم کرده، باورهای عوامل حکومت در تقسیمات فکری اونها خیلی اثر داشتن. این رو ما نه در رژیم های سوسیالیستی دوران اتحاد شوروی در کرملین یا کشورهای اقماری شاهد بودیم، نه امروز که خط مشی یک حکومت عقیدتی رو بر مبنای تفکرات مذهبی در ایران می‌بینیم. اونچه که باعث شاخه‌گرایی، گروه‌گرایی و تقسیم در درون حاکمیت میشه دعوا بر سر سهم قدرته. این سهم گاهی سیاسی است و گاهی اقتصادی. ما چقدر از این نمد بایستی برای خودمون کلاه ببریم؟ ما در کدام پست بایستی قرار بگیریم؟ دولت رو امروز ما تشکیل بدیم یا شما تشکیل بدیم؟ البته بین صفوف، بین مردم عادی و عامی ممکن است که باورهایی نسبت به خط مشی حکومت وجود داشته باشه. ما در زمان اتحاد شوروی هم شاید کمونیست‌های عادی سطح شهر و خیابون داشتیم که باور داشتن به نوعی به تقسیم عادلانه ثروت، به برابری، بیکار نبودن، اشتغال همیشه داشتن، داروی ارزان گرفتن و درمان مجانی گرفتن. در جامعه اسلامی هم شاید حداقل اوایل یکی دو سال اول یا اندکی پیش از به نتیجه رسیدن انقلاب این باورها نزد مردم بود، ولی هر چقدر که زمان میگذره در روسیه لیموزین ها رو میدیدن، در جامعه خودمون ثروت های کلان و میلیونی رو، این اعتقاد از بین رفته. بنابراین اونچه که باعث اختلاف و گروه گرایی در درون حاکمیته تنها اختلاف اونها بر سر سهمی است که دارن. امروز اصلاح طلب ها سر کارن، اصولگرایان علیه اونها شمشیر میکشن، فردا حاکمیت و دولت و بخشی از پول و ثروت و سفارت رو به اصولگرایان میسپرن،
اصلاح طلب ها میشن منتقدین دولت و در درون برای خودشون خط و رسم میکشن و مردم هم ناگزیرن که این بازی جانشینی رو هر 4 سال یا هر 8 سال یک بار شاهد باشن. اونچه که امروز ما میبینیم نماد تازه است از دست به دست شدن قدرت و اختلاف در درون، نه بر سر تقسیم کار بر مبنای منافع ملی و خواسته های مردم، بر سر سهم قدرت. تفسیر شما رو میشنویم. نقاط اختلافی در آنچه که آقای طرح‌زاده گفتن شما مشاهده کردین؟ کمتر از 2 دقیقه وقت رو مشاهده. من نظرات ایشون رو شنیدم ولی نفهمیدم کجا با من اختلاف داشتن. در حقیقت خب اون چی که میگن در حقیقت یک نوعی دیدن اون مطالبی که من گفتم. مردم فشار میارن، اینها به خاطر افزون شدن سهم قدرتشون میخوان از مردم ناراضی یار بگیرن و با برخی از خواسته های اون ناراضی ها موافقت میکنن یا در صحبت هاشون میگن تا یادگیری اجتماعی کنن و به قدرتشون بیافتن. این هم پاره ای از جنگ قدرته. من درست نفهمیدم ایشون با چی مخالفن و اگر بفهمم ممنون میشم، ولی در صورت اون که ایشون گفتن من باش مخالفتی ندارم، چون همسو با تحلیل خودم میبینم، مگر اینکه ایشون فکر کنن که همه اینا یک بازی است و بلوک های مختلف بازی در میارن تا مردم رو فریب بدن، که من با چنین تصوری مخالفم و جنگ بین این بلوک ها رو جدی تر از اون میدونم. یک دقیقه وقت این آقای ترسده. نه بدون تردید من موافق این نظر هستم که جنگ قدرت در درون حاکمیت صحنه سازی نیست، جنگ واقعی است و اونها واقعا برای سهم بیشتر گریبان خودشون رو میگیرن و وقتی در سایه قرار میگیرن به طرف میپرن و وقتی خودشون در موضع قدرت هستن طبیعتا اونهایی رو که منتقدن دشمن خودشون میبینن. من اصرار نکردم که جنگی که امروز در داخل حاکمیت هست جنگ مصنوعی است یا برای گول زدن مردم، نه، یک جنگ واقعی است و این جنگ واقعی بر سر سهم بیشتره. این خودش نشون میده که چقدر شاخه های حکومت نسبت به اصل حاکمیت باور دارن. اون چیزی که اونها باور دارن به سهم خودشونه، نه به اون مجموعه، و اگر موندگار موندن میدونن که تنها در شکم این حاکمیته که میتونن به اون سهم برسن و اگر حاکمیت ساقط بشه اونها هم از این سهم به طور مطلق باز میمونن، به این علت که در درون حاکمیت باقی موندن. قطعی است که این جنگ جنگ واقعی است ولی همچنان بر سر قدرت و خلاف منافع ملی و مردم. سپاسگزار هستیم آقای تجزده عزیز در انگلستان و آقای شریعت مداری گرامی در آلمان هامبورگ. با سپاس بسیار. منم متشکرم. بینندگان عزیز، پرونده ریحانه جباری از موضوعات روز در ایران است، در عرصه حقوق بشر. یک دختر ایرانی که گفته می شود در جنگ و جدال پنهانی ماموران اطلاعاتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت دیگری قربانی می شود. ریحانه جباری در برنامه فردا میهمانان ما خانم مینا احدی خواهند بود. در این زمینه درباره پرونده ریحانه جباری که در آستانه اعدام قرار گرفته است در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سخن خواهیم گفت. همچنین آقای ناصر محمدی با من و شما خواهند بود و نیز اردوان روز به روزنامه‌نگار در واشنگتن و آقای محمدی در لندن. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز توچال، سهند و سبلان، آسماری، البرز، الوند، کوکو، ساران، دراک و دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، شادیتان پایدار، تندرستیتان همیشگی باد.